سرخط خبرها، موفقیت اقدام حساس و مهم روسیه برای جمهوری اسلامی ایران، برنامه جدید مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تأسیسات اتمی تهران و وعده رجب طیب اردوغان به گوشمالی شدید سوئد به خاطر هتک حرمت قرآن. این دسته خبری خوش آمدید. وزارت خارجه روسیه از موفقیت تلاش‌های این کشور برای دائمی کردن عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای خبر داد. وزیر خارجه روسیه ضمن تأکید بر دائمی شدن عضویت ایران و بلاروس در نشست آتی سازمان همکاری شانگهای افزود که این سازمان آینده جهان چند قطبی است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه روز جمعه اعلام کرد موسکو موفق شده از سایر اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای را برای پیوستن ایران و بلاروس به این نهاد متقاعد کند. عضویت دائمی ایران در این سازمان یک دستاورد دیپلماتیک برای تهران در مقابل آمریکاست که برای منزوی کردن جمهوری اسلامی هزینه‌های هنگفتی کرده است. سرگئی لاوروف در سخنرانی در مرکز دیپلماسی مردمی سازمان همکاری شانگهای در موسکو گفت که در نشست آتی سازمان همکاری شانگهای در تاریخ 4 جولای ایران و بلاروس رسما عضو دائمی این سازمان می‌شوند. به نوشته وبگاه راشه تودی وی با بیان اینکه سازمان همکاری شانگهای آینده جهان چند قطبی است از گفتگو با شرکای جدید این سازمان استقبال کرد. وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه سازمان همکاری شانگهای آماده است برای افزایش قدرت خود در صحنه جهانی اقدام کند گفت که تعداد روزافزونی از کشورها در حال تلاش برای برقراری ارتباط با این سازمان هستند. پیش از این نیز ژانگ مینگ دبیر کل سازمان شانگهای در دیدار با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته بود ورود ایران به این سازمان قطعاً باعث تعمیق و گسترش همکاری‌های فیمابین خواهد شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با شبکه فرانس 24 تصریح کرد که آژانس از هر گفتگویی که به تنش زدایی در موضوع هسته‌ای ایران شود استقبال می‌کند. وی تصریح کرد که در گفتگوهایی که با مقام‌های ایرانی داشته درخواست کرده که تهران ظرفیت‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران را افزایش دهد. مجری شبکه فرانس 24 در سوالی به گزارش اخیر گروسی که در آن گفته بود که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ظرف 3 ماه افزایش بیش از 1/4 داشته است اشاره کرد و گفت به نظر می رسد مذاکرات ایران و آژانس نتیجه ای نداشته است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به این سوال گفت من با این قضاوت تند و سختگیرانه شما که این گفتگوها کارساز نبوده موافق نیستم. فکر می کنم در سطح و سرعتی که دوست داشتم پیش نرفتم و توافق کردیم که ایران با آژانس همکاری کند، فعالیت های هسته‌ای خود را محدود کند و به ما اجازه دهد که به ظرفیت های نظارتی خود بیفزاییم. روسی سپس ادامه داد ما توانستیم برخی از توافقات را انجام دهیم، البته نه همه آنها را بلکه برخی از آنها را توانستیم انجام دهیم. به نقطه‌ای رسیدیم که ایران همچنان به فعالیت‌های غنی‌سازی خود ادامه می‌دهد و این قطعاً نگران کننده است. به همین دلیل است که به شرکای ایرانی خود گفته‌ایم که تنها راه جلب اعتماد جامعه بین‌المللی همکاری با ماست. مجری شبکه فرانس 24 در سوالی به برخی از ادعاها درباره توافق ایران و آمریکا در زمینه موضوع هسته‌ای ایران اشاره کرد که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به این سوال گفت من از تماس‌های دو جانبه بین ایران و ایالات متحده یا هر کشور دیگری که با هدف تنش‌زدایی و ایجاد محدودیت انجام می‌گیرد آگاه هستم. چنین تماس‌هایی به خودی خود بد نیستند. من همیشه گفتم که چنین تماس‌هایی باید قابل راستی‌آزمایی باشند. ما باید بتوانیم آنها را تایید کنیم و بسیار علاقه‌مندم که اگر چنین توافقاتی وجود دارد جزئیات بیشتری درباره آن دریافت کنم. گروسی سپس ادامه داد نوع توافقی که ممکن است بین ایران و آمریکا وجود داشته باشد به تصمیمات سیاسی کشورها مربوط می‌شود. برجام در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. برجام پوسته خالی است. هیچ کس نمیتواند این توافق را مرده بداند، اما هیچ فعالیت دیپلماتیکی در خصوص آن انجام نمیشود. مدیر کل آژانس در پایان تصدیق کرد اگر هر نوع توافق جایگزین وجود دارد امیدوارم از ما دعوت شود که تایید کنیم که هر تعهدی که انجام میشود واقعی است و فقط یک تکه کاغذ نیست. در روزهای گذشته رسانه های آمریکایی مدعی شدند که میان ایران و آمریکا تفاهمی حاصل شده که بر مبنای آن مقرر شده در ازای تعهد ایران به عدم غنی سازی اورانیوم در بالاتر از 60% دولت جو بایدن با آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شدت از سوئد برای دادن مجوز حذف حرمت قرآن کریم انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اردوغان در اظهاراتی تلویزیونی گفت: بالاخره به غربی‌های گستاخ یاد خواهیم داد که اهانت به مسلمانان آزادی اندیشه نیست. به افزود او این اقدام را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کند. به نوشته خبرگزاری آناتولی ترکیه، رئیس جمهور این کشور همچنین گفت: آنکارا در مقابل اقدامات تحریک‌آمیز و تهدیدها سرفرود نخواهد آورد و افزود تا زمانی که مبارزه مصمم با سازمان‌های تروریستی و دشمنان اسلام صورت نگیرد، ترکیه واکنش خود را به شدیدترین شکل نشان خواهد داد. چهارشنبه 28 ژوئن، سالمان مونیکا 37 ساله تحت حفاظت پلیس سوئد یک نسخه از کتاب آسمانی مسلمانان را مقابل مسجد اصلی استکهلم با آتش کشید. پیشتر اقدام مشابه در مقابل سفارت ترکیه در سوئد در ماه ژانویه، هفته‌ها اعتراضات مسلمانان، تحریم کالاهای سوئدی و تداوم مخالفت ترکیه با عضویت سوئد در ناتو را در پی داشت. اقدام توهین‌آمیز اخیر در سوئد واکنش کشورهای مسلمان را در پی داشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اهانت به قرآن کریم در سوئد را به شدت محکوم کرد و گفت: دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران همانند سایر مسلمانان و آزاد اندیشان جهان چنین اهانتی را بر نمی‌تابد و به شدت آن را محکوم می‌کند. یک تحلیلگر نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی میگوید جنبش جهاد اسلامی در تلاش است از نوار غزه الگو برداری و در منطقه جنین کارگاه‌هایی برای تولید موشک ایجاد کند. منابع صهیونیستی دوشنبه هفته جاری خبر دادند که از شهر جنین در شمال کرانه باختری دو راکت به سمت شهرک‌های صهیونیستی شلیک شد که به شدت وحشت مسئولان و شهرک‌نشینان اسرائیلی را به دنبال داشت. یونی بن مناهیم، تحلیلگر نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی، در واکنش به این حملات گفت که جنبش جهاد اسلامی در تلاش است از غزه الگو برداری کند و در منطقه جنین کارگاه‌هایی برای تولید موشک ایجاد کند تا بتواند صهیونیست‌ها را هدف قرار دهد. بن مناهیم ادعا کرد هدف جهاد اسلامی این است که از این طریق شهرهای رژیم صهیونیستی را هدف موشک قرار دهد. لذا علی‌رغم فشارهای آمریکا، باید در سطح سیاسی و ارتش و شباک اجازه داده شود تا زیرساخت‌های مسلحانه در جنین را در سریع‌ترین زمان ممکن از بین ببرد. سرویس‌های امنیتی رژیم اشغالگر قدس هم به تازگی به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم پیشنهاد کردند که در واکنش به حملات موشکی جنین عملیات نظامی محدودی در شمال کرانه باختری انجام دهند. روزنامه صهیونیستی یدیعود آهارنوت نیز خبر داد که قرار است 25 گردان نظامی صهیونیست در زمانی که این عملیات صورت خواهد گرفت مستقر شوند. عملیات احتمالی صهیونیست‌ها شامل یورش گسترده به اردوگاه جنین به مدت 48 ساعت خواهد بود. شبکه صهیونیستی کان هم گزارش داد که پس از شلیک راکت از جنین، نهادهای امنیتی اسرائیلی در حال بررسی گسترش اقدامات نظامی در شمال کرانه باختری هستند. نظامیان صهیونیست اواخر خرداد ماه گذشته نیز دست به حمله به اردوگاه جنین زدند. صهیونیست‌ها به بهانه دستگیری چند نیروی مقاومت تحت تعقیب به جنین یورش برده بودند. صهیونیست‌ها در حالی دست به این حمله زدند که ناگهان خود را در کمین نیروهای مقاومت دیدند و در پیان 7 نفر از نظامیان صهیونیست زخمی شدند. مسئولان این رژیم هم به شکست مفتزهانه خود در این درگیری اعتراف کردند. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.